مائده آیه 71، آنان که قائل به خدایی مسیح پسر مریم شدند محققاً کافر گشتند، در صورتی که مسیح خود به بنی اسرائیل گفت خدایی را که آفریننده من و شماست بپرستید، که هر کس به او شرک آورد خدا بهشت را بر او حرام گرداند و جایگاهش آتش دوزخ باشد و ستمکاران عالم را هیچ کس از قهر خدا یاری نخواهد کرد. البته آن کسانی که سه خدا قائل شدند کافر گردیدند و حال آنکه جز خدای یگانه خدایی نخواهد بود. و اگر از این گفتار البته آن کافران مشرک زبان نبندند، عذابی دردناک به آنها خواهد رسید. چرا نبایستی از خدا طلب آمرزش نمایند؟ خدا بر خلق بخشنده و مهربان است. مسیح پسر مریم پیغمبری بیش نبود که پیش از او نیز پیامبرانی آمدند و مادرش هم زنی با حقیقت و راستگو و با ایمان بود و هر دو به حکم بشریت قضا تناول می کردند. می دونی یعنی چی وقتی قضا می خوری؟ یعنی باید بری دستشویی، باید بری توالت، باید بری رستروم. پس این حرف قشنگی نیست که خدا رو کوچیکش کنی بیای بگی عیسی مسیح خداست. استغفرالله، هیچ وقت این حرف رو نزنید. ببین چگونه ما آیات خود را روشن بیان می کنیم. آنگاه بگر که آنها چگونه به خدا دروغ می بندند و مسیح را خدا می خوانند. واقعا برحال متاسفم، امیدوارم از دست من دلخور نشید. اینا خدا داره اینا رو میگه، من نمیگم، خداوند گفته و من باید بهتون بگم که ای دنیا رفتی نگی خدایا چرا من تو جهنمم، من فکر کردم من دارم کارهای خوب میکنم. خدا میگه برای من شریک قائل شدی، عیسی رو خدا خوندی، روح مقدس رو گفتی خداست، خدا رو هم گفتی خدا، سه تا خدا برای خود ساختی، برو برو تو دوزخ برو. و هم از این رو که به دروغ گفتن ما مسیح عیسی ابن مریم رسول خدا را کشتیم، در صورتی که او را نکشتند و نه به صلیب کشیدند، بلکه بر آنها هم مشتبه شد و همانا آنان که درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روی شک و تردید سخنی گفتند و عالم به او نبودند جز آنکه از پی گمان خود می رفتند. و به طور یقین شما مؤمنان بدانید که مسیح را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و پیوسته خدا بر هر کار مقتدر و کارش همه از روی حکمت است و هیچ کس از اهل کتاب نیست جز آن که پیش از مرگ عیسی مسیح به وی یعنی به عیسی روح الله ایمان خواهد آورد و روز قیامت او بر نیک و بد آنان گواه خواهد داد. این آیه که نشون میده عیسی مسیح علیه السلام به دنیا بر میگرده، قبل از مرگش چون بر میگرده به همه مردم میگه که بابا من خدا نیستم، خدای یکتا رو بپرستید و قرآن رو پیروی کنید و به محمد ایمان بیارید صلی الله علیه وسلم و من رو در مدینه بغل پیغمبر دفن کنید. حالا شما به مدینه که برید مزار پیغمبر اکرم، اونجا یه مزار میبینید که خالی بغلش و اون مزار عیسی مسیح پسر مریم علیه السلام خواهد بود موقعی که بر خواهد گشت به این دنیا و قبل از مرگش میگه، چون بر میگرده و مسیح از دجل رو میکشه، چون یک شخصی پیدا شده که بسیار کارهای زشت میکنه و خودشو جای مسیح زده، در صورتی که حقباز و کلاهبرداری بیش نیست و خیلی آدمها رو سراسر دنیا میکشه و اذیت میکنه. خدا عیسی مسیح آخر زمان میفرسته که بگه نه، این عیسی مسیح نیست، عیسی مسیح واقعی همینی که آیاتی که برای تو خوندم خواهد بود، او عیسی مسیح واقعی است، میاد و دجل رو به میبره.